عرض کنم دوستان خوش اومدید. من فکر کردم به خصوص برای دوستایی که تازه به ما پیوستن و تشریف میارن تو این جلسات، من یکی دوتا نکته رو روشن کنم و بعد یک داستانی رو از مثنوی بخونم برای این صحبت و چیزی رو که خدمتون عرض میکنن. مایی که اینجا هستیم به هیچ فرقه، گروه، دین، عقیده و ایدئولوژی وابسته نیستیم. هیچ طرز فکری رو پروموت نمی کنیم. با هیچ طرز فکری هم مخالف نیستیم. یعنی عزیزانی که تشریف دارن اینجا، اگر از هر دینی هستن، از هر عقیده‌ای هستن، برای خودشون محترمه و ما هم خیلی خوشحال میشیم که در کنارشون باشیم. ولی چیزی رو اینجا ما تبلیغ نمی کنیم. اگر جاهایی از اسلام، مسیحیت، بودا و مسائل تاریخی صحبت میکنیم، مجبوریم به خاطر داستانهایی که در مثنوی هستش. دوستانی که اینجا جمع شدن دوستانی هستن که عمری رو در یک سری مسائل گذروندن و به یک نتایج تجربی رسیدن و این تجربیاتی رو که خودشون شخصا تجربه کردن، امروز شاید مثنوی رو به عنوان یک کمک، به عنوان یک راهگشا پیدا میکنن، فقط به خاطر اینکه میتونه بعد از سالهای سال جستجو بهشون کمک کنه. کسانی که این مسائل رو رسیدن و میدونن ما داریم چی کار میکنیم. صحبتی رو که میکنیم دین نیست، علم نیست، فکر نیست، فلسفه نیست، استدلال نیست. یک چیزیه که برای ذهن ما کاملا جدیده و تازگی داره و شما مسلم بدونید که ذهن در مقابل این گارد میگیره، چون به هیچ عنوان آشنایی باهاش نداره. زد و نقیز درش زیاد میبینه، تضاد درش زیاد میبینه و بالانس ذهن رو به هم میزنه. شما اگر توجه کرده باشید در اشعار فارسی عموما، حالا چه مثنوی باشه چه حافظ باشه، اینا خودشون میگن که ما حرف رو برای کسایی زدیم که این کارن، یعنی یک تجربه از یک چیزی دارن، که این تجربه نه فکر، نه دانش، نه استدلال، نه اصلا با این چیزا کاری داره. اصلا بحثی نیست که اینا خوبه یا بده، ما اصلا کاری با این موضوعات نداریم. از چیزی ما داریم صحبت میکنیم، از استعداد و توانایی در انسان داریم صحبت میکنیم که این استعداد و توانایی برای انسان گم شده، انسان درش به یک غفلتی خورده و این غفلت باعث شده که از یک مسیری، از یک توانایی اساسی غافل بمونه. فقط همین. حالا اگر مجبوریم از طریق استدلال که نمیتونم بگم، دانش، از طریق زبان با هم ارتباط داشته باشیم، چاره دیگه جز این نداریم، چون تنها چیزیه که ذهن به خوبی میشناستش و ذهن خیلی راحت میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. مجبوریم از این راه بیایم جلو. ولی حرف ما ذهن نیست، حرف ما فکر نیست، حرف ما دانش نیست. به هیچ عنوان در این مکتبی که ما هستیم، در این چیزی که ما بیان میکنیم، انسانی که از یک سواد صفر برخورداره با انسانی که عالی ترین رتبه دانشی رو داره هیچ فرقی نمیکنه. اصلا این صحبت ها نیست، چیز دیگه ایه. به همین رو در این صحبت ها باید، اگر دوستای علاقمند هستن تشریف میارن، باید واقعا دنبال کنن تا دقیقا متوجهشن حرف این عرفا چی هست، اینها چی میگن. ما نه مثنوی رو، نه حافظ رو و نه عطار و نه دیگر بزرگان رو، حالا کسایی که در ادبیات ما هستن، از طریق دین مورد بررسی قرار نمیدیم. از طریق اینکه خوشحال شیم مولوی چیزی گفته، امروز هم آقای استیون هاپکینز تاییدش کرده، پس باری کلا به مولوی، اصلا دنبال این حرفا نیستیم. دنبال چیز دیگه ای هستیم. دنبال این هستیم که این استعداد و این توانایی رو چجوری میشه بهش رسید، چجوری میشه دوباره پیداش کرد. و حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه راهیه که فرد باید خودش بره. مثنوی میتونه فقط یک راهنمایی بکنه
که متوجه این گم شدت بشی. اگر متوجه شدی خودت یواش یواش قدم برمیداری. پس در نظر داشته باشید اگر به هر عقیده‌ای وابسته اید، طرفدار مطلق علمید، به هر دینی متعلقید، برای ما خیلی محترمه، خیلی هم بهش احترام میذاریم، ولی بحثای ما اینجور بحثا نیست. اگر هم سوالی دارید لطفاً سوال در رابطه با موضوعی باشه که بیان میشه، نه در رابطه با موضوعات خارجی. اینه که این چند تا نکته خواستم خدمتون عرض کنم که در نظر داشته باشید ما اینجا اصولاً برای چی دور هم جمع شدیم و چه کاری داریم انجام میدیم. کارمون متفاوته با شاید جاهایی که تا حالا دیدید. نوع برخوردی که داریم با مسائل عرفانی و صوفیانه متفاوته با اون چی که تا الان بیان شده و شاید برای بعضی ها واقعا راه گشا باشه. به خاطر همونم گفته میشه، نه به خاطر اینکه بخوایم از مثنوی بت بسازیم، از مولوی بت بسازیم. وقتی که صبر رو با ما پیشه کنید، بیایید و تمام فیلم رو ببینید، یه عکس رو نبینید و روش قضاوت کنید، به این نتیجه میرسید که ما دقیقاً چی داریم میگیم. اگر هم مورد پذیرش نیست، خب عرض کردم خدمتون برای دوستانی هستش که یه چیزهایی رو تجربه کردن، برای تجربیات اونها گفته میشه. و مطمئن بدونید که ذهن در وهله اول، در قدم‌های اولیه، در مقابل اینجور مسائل کاملاً ایستادگی می‌کنه، عقب نمی‌شینه. این چند مورد رو در نظر داشته باشیم. یه داستانی هست در مثنوی دفتر دوم، این رو با هم می‌خونیم. قصه آن شخص که اشتر زالده خود می‌جست و می‌پرسید. زالده یعنی گم شده. قصه اون کسی که شتورش رو گم کرده بود و از شتورش سوال میکرد. اشتری گم کردی و جستیش چست، چون بیابی چون ندانی کان توست. میگه یه شتری گم کردی و این شتری رو که گم کردی داری دنبالش میگردی، چطور میشه که پیداش کنی متوجه این نشی، ندونی که این شتر شتر توه؟ صحبت از همون گم شده ایه که من خدمتون عرض میکنم. انسان گم شده ای داره، شطوری داره که گم کرده. شما زمانی که یه چیزی رو داشتید و از دست دادید فرق میکنه با زمانی که چیزی رو ندارید و دارید دنبالش میگردید، نمیدونید دنبال چی میگردید. ولی وقتی که یه گم شده دارید به این معنیه که یه چیزی رو داشتید، نشانهاش رو میدونید، میدونید این چیه، ولی دارید دنبالش میگردید. زالس گم شده شماست، چیزیه که باهاش آشنایی دارید. اگر جایی کسی ازش صحبت کنه میدونید داره گم شده شما رو بیان میکنه. زاله چه بود؟ ناقه گم کرده ای، از کفت بگریخته در پرده ای. زاله چیه؟ گم شده چیه؟ گم شده همون شتریه که گم کردی و از کفت، از دستت رفته، رفته توی پرده‌ای. پرده‌ای که ما در جلسات شاید دیگه الان شد سالهایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، این شطور رفته در پرده‌ای قایم شده. این پرده، پرده ذهن ماست. این پرده، پرده‌ایی که فکر ما، ذهن ما، چیزی که در کلیت بهش گفته میشه جهاز دماغی، جهاز دماغی ما این رو از ما پوشونده، رفته پشت این پرده دماغی قرار گرفته. یه چیزیه که میشناسیمش، فقط نشونهاش رو تشخیص میدیم. آمده در بار کردن کاروان، اشتر تو زان میان گشته نهان. کاروان داره حرکت میکنه و این وسط تو احتیاج به این شتر داری که ادامه حرکت بدی. شتر تالو گم شده، کاروان عمر داره میگذره، زندگی داره همینجور جلو میره، سنت بالا و بالاتر رفته و تو این وسط اون گم کرده ای رو که احتیاج داری ازت پنهانه، نهان شده، جایی نرفته، نمیتونی ببینیش. فقط بحث اینه که تو نمیتونی اینو پیدا کنی. میدوی این سو و آن سو خوشگلب، کاروان شد دور و نزدیک است شب.
آدم وقتی که استرس داره، آدم وقتی که با حالت ترس و وحشت دنبال یه چیزی میگرده خوشگلب میشه. میگه که خوشگلب شدی و داری دنبال این شطور این طرف اون طرف میدوی و کاروانم داره دور میشه، روز زندگی هم داره به شب، یعنی به مردن نزدیک میشه. رخت مانده بر زمین در راه خوف، توپه اشتر دوان گشته به توف. رختت جهاز اون شطور مونده رو زمین در راه خوف، در راه ترسناک، چون میدونید برای ما، برای انسان به طور کلی مرگ راه ترسناکیه، چون نمیدونه کجا داره میره، در راه خوف مونده، در راه وحشت و ترس مونده و تو همینجور داری این در اون در میزنی، به دنبال شطورت میگردی، به دنبال شطور، به تافی، به گردشی. حال یه روزگار ما هست. شما اگر نگاه کنید بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. آن نقد حال خیش را گر پی بریم، همز دنیا همز عقبا برخوریم. حرف مولوی فقط همینه که من دارم حال خودت رو بیان میکنم. این داستان ها ببین در خودت هست، اگه هست بیا حرفای منو مولوی رو گوش کن، اگر نیست فقط گمراهت میکنه مثنوی. ببینید راه مونده زمین، ما عمر داره میگذره، این در اون دار میکنیم که آقا جوانی گذشت، به سن سال بالاتر رسیدیم، خب حالا چی؟ بعد چی میشه؟ کدوم طرف داریم میریم؟ به کجا میرسه؟ این زندگی چی بود؟ این زندگی چی شد؟ من بعد از این کجا میرم؟ همش همین بود. اینجور در این راه خوف داریم دنبال این جواب و این مسئله مون میگردیم که اصلا چی بود اومدن ما؟ برای چی اومدیم؟ الانم که دارم میرم کجا دارم میرم؟ کی مسلمانان که دیدست اشتری، جسته بیرون بامداد از آخری. ای مسلمونا به دادم برسین، کی یه شطوری رو دیده که از آخر بامداد جسته، یعنی صبح که بوده از آخر اومده بیرون. ما این گم شده رو امروز از دست نداریم. ربط داره به آغاز خلقت بشر، به زمانی که بشر به اصطلاح بامداد و طلوع زندگی انسانی بوده، این شطور از دستش رفته و به خاطر همین دنبال این شطور داره میگرده. هر که برگوید نشان از اشترم، مژدگانی میدهم چندین درم. اگر کسی از این شطور من به من نشونی بده که این شطور کجاست، بهش مژدگانی میدم، بهش چش روشنی میدم چندین و چند درم. باز میجوی نشان از هر کسی، ریش خندت میکند زین هر خسی. حال و روزگار خود ماست دیگه، دنبال هر کسی میریم، دنبال این میدویم، دنبال اون میدویم که آقا تو شطور منو دیدی، اگه شطور منو به من نشون بدی من همه کار برات میکنم. به همین خاطر که انسان گم شده داره، خیلی های دیگه از این داستان سوء استفاده میکنن، ریشخندمون میکنن، یعنی این که سر کارمون میذارن، چون میدونن ما این گم شده رو داریم. به همین خاطر هی به ما میگن که من نشونی اونو دارم، هر خس، یعنی هر چی، آدم بی مقداری، هر خاشاکی. چه اشتری دیدم میرفت این طرف، اشتری سرخی به سوی آن علف. این کسایی که ما رو ریشخند میکنن به ما میگن که اشتری دیدم، شتری دیدم که داشت از این طرف میرفت و این شتر، شتر سرخی بود، قرمزی بود که داشت میرفت به سمت علف. نشونی هایی که از شتر میدن: آن یکی گوید بریده گوش بود، وان دگر گوید جلش منقوش بود. یکی میگه گوشش بریده بود، نشونی هایی که از شطور میده. یکی میگه جلش، اون جهاز شطور رو که میذاشتن رو شطور، اون نقش و نگار روش بود، منقوش بود. آن یکی گوید شطور یک چشم بود، شطور یه چشم داشت. وان دگر گوید زگر بی پشم بود. یکی دیگه میگه که به خاطر مریضی گری موهاش ریخته بود و پشم نداشت. از برای مژدگانی صد نشان، از گزافه هر خسی کرده بیان. به خاطر اینکه ما رو بکشونن به اون سمتی که میخوان، از گزافه، از اینکه از شطور ما خبر ندارن،
از این حرفی که داره زده میشه، از این گم شده اطلاعی ندارن، به ما هر کدوم نشونه هایی میدن. همچنان که هر کسی در معرفت میکند موصف غیبی را صفت. میگه همینطوری که شما در علم، در معرفت میبینید که هر کسی راجع به مسائل مختلفی که بر ما غیب، به معنی چیزی که از ما پوشیده است، ما مستقیما نمیتونیم بدون وسائل دریافتش کنیم، باید یه چیزی باشه که بتونیم با این پنج حواس نمیگیریمش، به این میگن غیب. میان و این موصوف غیبی رو برای ما وصف میکنن. فلسفی از نوع دیگر کرده شهر، فلسفی از یک راه دیگه، فلسفی از طریق استدلال، از طریق برهان عقلی این رو شرح میکنه. باحثی مرگفت او را کرده جرح. باحثی کسایی که اهل بحثن، کسانی که بحث میکنن، باحثی گفته های اون رو میاد تشریح میکنه. مثلا بو علی سینا یه چیزی میگه، فارابی یه چیزی میگه، ارسطو اینا که فیلسوفن، حالا یه نفر دیگه میاد و صحبت های این رو برای تو جرح میکنه، باز میکنه، تشریحش میکنه. واندگر در هر دو طعنه میزند، واندگر از زرق جانی میکند. یکی دیگه میاد میگه نه بابا، نه این ارسطو، نه این بو علی سینا، هیچ کدوم از اینا چیزی حالیشون نیست، من میفهمم. یکی دیگه بخواد زرق، یعنی درویی، یعنی به اصطلاح کسی که ظاهر و باطنش با هم فرق میکنه، اصطلاحاً کسی که چیزی وارد نیست، چیزی نمیدونه و به خاطر اینکه نشون بده چیزی رو بلده داره یه جونی میکنه. شما ببینید تمام اینهایی رو که این داره الان میگه، انگار همین الان داره از دنیای الان ما صحبت میکنه. هر یک از ره این نشانها زان دهند، تا گمان آید که ایشان زان دهند. هر کدوم از اینا این صحبت ها رو به اون دلیل میکنن که ما بگن، به ما بگن که آره آقا جون، من با این موضوع آشنایی دارم، منم از همین دهم، منم از همین شهرم، منم از اینجایی دارم میام که تو شطورتو گم کردی، شطورتو میشناسم. حرفش از اینجا شروع میکنه با ما. این حقیقت دان نه حقند این همه، نه به کلی گمرهانند این رمه. فکر نکن که هر چی دارن میگن همش درسته، حق نیست همش، و فکر نکن که هر چی میگن چرت پرته. نه این رمه به کلی گمراهند و نه این رمه به کلی حقیقت رو میگن. خیلی از کسانی که وابستگی به ایدئولوژی های مختلف پیدا میکنن به خاطر همین موضوعاته که اون قسمت های حقش رو فقط میبینن، اون قسمت هایی که به نظرشون درست میاد. میگه تمام این طرز فکرها، چه علمیه، چه غیر علمیه، چه دینیه، هر چی که هست، همش چرت پرت نیست، ولی همش هم حق نیست. حالا زان که بی حق باطلی ناید پدید، قلب را ابله به بوی زر خرید. دقت میکنید؟ میگه که بدون حقیقت هیچ موقع باطل به وجود نمیاد، همیشه حقیقتی هست که باطلی روی این به وجود میاد. قلب یعنی تقلبی، یه پول واقعی داریم ما، یه پول قلب داریم. میگه پول قلب رو آدم ابله به خاطر اینکه فکر میکنه زره میخره. وابستگی ها به افکار متفاوت به خاطر اون حقیقت هایی که در اینها دیده میشه و میگه غیر ممکنه چیزی به نام باطل مطلق وجود داشته باشه. ما باطل مطلق نداریم، همه باطل ها هم از حق به وجود میاد، یه حقیقتی هست که باطل به وجود میاره. گر نبودی در جهان نقدی روان، قلب ها را خرج کردن کی توان. اگر یک پول واقعی نبود، اگر یک نقدی در دنیا نبود، شما چجوری میتونستی این پول تقلبی رو خرج کنید؟ باید یک پول واقعی باشه، یه پولی باشه که اصل داشته باشه، یه طلای اصلی باشه که بیان رو اون پول تقلبی درست کنن. اگه پول اصلی وجود نداشته باشه، پول تقلبی ساخته نمیشه. پول نقدی که روانه همون شطور خودته. حالا به شطور میرسیم. تا نباشد راست کی باشد دروغ، آن دروغ از راست میگیرد فروغ. دروغ ها همیشه از راست ها دارن نور میگیرن،
هیچ موقع دروغ به تنهایی خودش نمیتونه وجود داشته باشه. اگر فرض کنید من بدونم یه نفر داره به هم کاملا دروغ میگه که نمیپذیرم، زمانی میپذیرم که این از یک راستی داره فروغ میگیره، داره منو به یک نحوی گمراه میکنه که این حقیقتیه و این یک اصلی درش وجود داره. بر امید راست کج را میخرند، زهر در قندی رود آنگه خورند. دقت میکنید؟ شما وقتی میخواین کسی رو مسموم کنید نمیان بهش بگین که این زهره که نمیخوره، زهر رو تو قندی اصلی چیزی میکنید به خوردش میدید. شرایط ماست، ما هر چیزی رو نمیپذیریم. انسانی که آزاد میشه، نه انسانی که در اسارت فکره. ما در عرفان انسان رو تا زمانی که در ذهن، در فکر اسیر میدونیم، زمانی انسان رو آزاد و رها میدونیم که از فکر رها شده. چون این بحثا بحثای مفصلی رو در پی داره که ما منظورمون دقیقاً چیه اینا رو نمیتونم من اینجا الان توضیح بدم. فقط همینقدر در نظر داشته باشید که تا زمانی که یک چهره قشنگی نداشته باشه، یک جلوه اساسی نداشته باشه، شما هیچ کس قبول نمی کنه. زهر در قندی رود آنگه خورد. گر نباشد گندم محبوب نوش، چه برد گندم نمای جو فروش؟ اگه گندم اصلی نباشه، اون گندم نمای جو فروش چی میخواد بهتون بفروشه؟ پس یک حقیقتی وجود داره، تمام این سر و صداها بر اساس اون حقیقت داره به وجود میاد. پس مگو که این جمله دمها باطلند، باطلان بر بوی حق دام دلند. نگو تمام این حرفا دروغه، نگو تمام اینها باطله. باطل برای این دل تو رو میبره که یک بوی از حقیقت میده. حالا ممکنه خودش حقیقت نیست، اما بوی حقیقت رو داره و بوی حقیقت رو میده. پس مگو جمله خیال است و زلال، بی حقیقت نیست در عالم خیال. بس نوی به طور کلی در بحثای مختلف طبقه بندی میشه، بحثای متفاوتی داره. یکی از بحثایی که داره بحث خیاله. شما خیال رو با خیال بافی اشتباه نکنید. ما یک توانایی داریم به نام توانایی خیال که بسیار قدرتمنده و در عصر امروز متاسفانه به خاطر اینکه خردگرایی عملی در این 150 ساله خیلی استوار بر انسان حاکم شده، فقط قدرت تعقلمون رو خوب میشناسیم، خیال رو خوب نمیشناسیم. هیچ چیزی در دنیا به وجود نیومده، مصنوع دست بشر نیست، تا اول به صورت خیال نبوده. شما خیال رو کم نگیرید، خیال از توانایی های خیلی مهمه درون انسانه. خیاله که قدرت و قوت میده به قدرت تعقلی ما. شما اگر خیال نداشته باشید، قدرت خیال و قوه خیال نداشته باشید، نمیتونید به جایی برسید. من یه گفته ای رو در این رابطه از هگل بهتون عرض کنم. هگل میگه جلوه‌گری هستی در تعقل میشه فلسفه، جلوه‌گری هستی در خیال میشه دین، میشه هنر. شما نمیتونید بدون داشتن قدرت خیال هر چیزی رو میخواین تو زندگیتون تصور کنید، از ماشین، از هواپیما، کامپیوتر، موقعی که گاری و اسب بوده، شمشیر، هر چی که بوده، یه خونه، این تا اول تو خیال شما نیاد به قدرت تعقل شما راه پیدا نمیکنه. میگه همه چیز رو باطل و گمراه فرض نکن، مطلق چیزی رو نگو. در دنیا چیزی مطلق نیست، خیال میتونه حقیقتی پیدا کنه به شرط اینکه درست راه نمایی بشه. حق شب قدر است در شبها نهان، تا کند جان هر شبی را امتحان. شب قدر یک شب مهمیه در عالم اسلام و مسلمون ها خیلی بهش معتقدن. در اون شب معتقدن که قرآن نازل شده و
میگم حتما با آیات قرآن آشنایی دارین، انا انزلناه فی لیلت القدر، شب قدر شبیه که از هزار ماه، لیلت القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بالاتره. میگه این شب قدری که داری میگه هیچ کس نمیدونه این شب قدر کجاست، چه شبیه، همه خیال میکنن که این یه شب جداییه. من یه دفعه این داستان شب قدر رو از یکی از غزلیات مولانا خیلی قشنگ باز کردیم که این چی میگه راجع به شب. به هر حال بر اساس باور مسلمون ها این شب خیلی مهمه، اما هیچ کس نمیدونه این شب کدوم شبه. خیلی از علما، فقهای اسلامی همه 365 شب رو عبادت میکردن که شاید یه شبش شب قدر باشه. میگه این شب قدر از اون نظر نهان شده که شما هر شبی رو امتحان کنید. نه همه شبها بود قدر جوان، نه همه شبها بود خالی از آن. میگه تویی که حالا مسلمونی، تویی که دنبال شب قدر میگردی، از من مولوی داشته باش که شب قدر شب، همه شبها شب قدر نیست، ولی همه شبها هم از شب قدر خالی نیست. شب قدر چیزیه که در تمام شبها پنهان شده. حالا اگر انشاءالله فرصت شد بعدها روی غزلیات دیوان کبیر من این شب قدر رو با هم صحبت میکنیم، نتیجه گیری های خیلی زیبایی راجع به شب قدر داره. در میان دلق پوشان یک فقیر، امتحان کن وان که حق است آن بگیر. برو سراغ تجربه عملی خودت، گوش به حرف کسی نده، حتی منی که مثنویم، حتی منی که مولویم. در میان دلق پوشان، دلق پوشان، ببینید دلق یعنی کلن لباس، دلق پوشان اصطلاحیه که به صوفیه میگفتن و کسانی هستن که اینها دلق پوش بودن به خاطر لباس صوفیه‌ای که داشتن. میگه تو میون اینها یک کدوم از اینها رو یک فقیر رو امتحان کن، اونی رو که فهمیدی، خودت فهمیدی و بهش رسیدی. در رابطه با این راه ما داریم صحبت میکنیم، ما در رابطه با مسئله طریقت، شناختن درون، رفتن به اعماق درون انسان داریم صحبت میکنیم. ما کاری به محیط بیرون نداریم، محیط بیرون جریانات خودشو داره. این داستان متفاوته. میگه تو باید خودت تجربه کنی رو حساب این که چی داره میگه. دنیایی میگن این آقا آقای فلانه، قدیس ترین انسانه، متفکر ترین عالمه، تو اونا رو ول کن. اگر خودت به نتیجه رسیدی در این رابطه که حق اون رو بگیر. مؤمن کیس ممیز کو که تا باز داند هیزکان را از فتا. مؤمن کیس ممیز، یه حدیثی از پیغمبر اسلام هست که میگه مؤمن کیسه، یعنی مؤمن خیلی آدم باهوشیه، کسی که خنگ باشه نمیتونه مؤمن باشه. این حدیث از پیغمبر اسلامه. مؤمن باید آدم باهوشی باشه، باهوش از نظر این که بتونه تمیز بده. میگه اینجا تو باید اون کیس ممیز باشی، کسی که قدرت تمیز رو داره، میتونه تمیز بده. قدرتی که از انسانی که در اسارت این داستان هاست که این تا الان گفت، اول کاری رو که میکنن تمیز تو ازت میگیرن، نمیتونی تمیز بدی، نمیتونی تشخیص بدی، دیگه خودت میزان نیستی، فقط باید رو حرف این و اون بری جلو، رو کتاب این و اون بری جلو. میگه تو قدرت تمیز رو داری، به خودت اعتماد کن، تو میتونی اون کیسی رو داشته باشی، اون هوش رو داشته باشی که تشخیص بدی. هیزک یعنی آدم ناپاک. دیدید به آقایونی هم که چشمشون مثلا هیزه میونه، خانوما میگن این هیزه، یعنی کسی که ناپاک چشمش. هیزکان را از فتا، فتا یعنی جوان مرد، درستکار. اون قدرت تمیز رو اگر داشته باشی، اگر به اون اعتماد به نفس، به اون چیزی که من دارم ازش، یعنی مثنوی داره ازش صحبت میکنه، برسی، میتونی تشخیص بدی، نگو برای من غیر ممکنه، من میدونم که در تو این وجود داره، تو میتونی، کیس ممیزی. گرنه معیوبات باشد در جهان، تاجران باشند جمله ابلهان. میگه که اگر همه چی قرار باشه تو دنیا خراب و فاسد باشه، یعنی
اگر نه معیوبات باشد در جهان، اگر در دنیا معیوبی نباشه، معنی چیزی نباشه که خراب باشه، عیب داشته باشه، تقلبی باشه، تاجران همه ابلهن دیگه، تجارت کار نداره، تجارت به اون زمان دیگه. مثلا اگه من تاجر بودم میرفتم تشخیص میدادم این جنس درسته، خوبه، عالیه، و میداشتم میآوردم تو شهر خودم، کشور خودم میفروختم. میگه اگر نه معیوبات باشد در جهان، اگر معیوبی تو دنیا به اصطلاح معیوب نباشه، تاجر بودن برای هر ابلهی ممکنه. پس معیوب باید باشه. پس بود کالاشناسی سخت سهل، چون که عیبی نیست چه نااهل و اهل. میگه وقتی که اینجوری باشه کالاشناسی خیلی ساده میشه، همه میتونن کالاها رو تشخیص بدن. وقتی عیبی نیست چه نااهل باشه چه اهل باشه، چه کسی که تاجر نیست و چه کسی که تاجره. ور همه عیب است دانش چه سود، ور همه عیب است دانش سود نیست. این حرف من بود که دانش چه سودی داره. وقتی که سرتاپای همه چیز غلطه، وقتی که همه چیز توش عیبه، دیگه تو دانش داشته باشی نداشته چی رو عوض میکنه؟ دانش وقتی به درد تو میخوره که یه چیزی عیب داره و یه چیزی عیب نداره، درسته. تو دانش رو اینجا استفاده میکنی که تشخیص میدی این درسته این غلطه. پس بدون که همه چیز این نیستش که غلطه و همه چیز نیست این نیستش که درسته. چون همه چوب است اینجا عود نیست. میگه وقتی که به عود فروختن همش چوب بود، دیگه این عود نیست، بوی عود نمیده بیرون که. پس بدون ممکنه که قسمتی از این عود کمه، بقیهش چوبه. حرف اول و آخرش اینه که در دنیا حقیقت حال خودش باز میکنه. حقیقت حق و باطل به هم آمیختن، و این حق و باطلی که با هم دیگه آمیختن، اینها این توانایی رو تو باید داشته باشی که بتونی تشخیص بدی که کدوم حقه و کدوم باطله. و این تشخیص کار خودته و فقط کار خودته. این تشخیص چیزی نیست که دیگران برای تو تصمیم بگیرن. این تصمیم رو، این حد رو باید خودت بهش برسی. که کل این داستانهایی که حالا در مثنوی هست و در عرفان هست، چیزهایی رو که به ما به طور عملی و به طور تئوری نشون میده که چطور بتونیم این تمیز از دست رفته رو بازیابیم. آن که گوید جمله حقند احمقیست، وان که گوید جمله باطل او شقیست. کسی که میگه تمام اینها درستن و حقند، تو بدون آدم احمقیه. اون کسی هم که میگه تمام اینا باطلن، اونم آدم گمراهیه. همه چیز باطل نیست، همه چیز هم حق نیست. حق و باطل به هم درآمیختن. تو وظیفت اینه که تشخیص بدی که کدوم حقه کدوم باطله. تاجران انبیا کردند سود، تاجران رنگ و بو کور و کبود. من یه نکته رو برای دوستانی که با مثنوی شاد زیاد آشنایی داشتن راجع به انبیا و اولیا بگم. ببینید، اینها انبیا که میگن به طور کلی منظور اون انبیا شناخته شده تاریخی نیستن. نبی کسیه که خبردار میشه دیگه، از نبع میاد دیگه، کسی که خبر داره، ارتباط وحیی داره. عرفای ما معتقد بر این هستن که انسان دارای یک تواناییه که میتونه درکی از هستی و وجود داشته باشه که با این درک ذهنیش، با این درک دماغیش متفاوته، همون درکی که انبیا داشتن. به همین خاطر کسی که میتونه این ارتباط رو برقرار کنه، و به قول مولانا تمام بشر قادر هستن که این ارتباط رو داشته باشن، اون کسیه که سود کرده. تاجرانی هم که دنبال رنگ و بو رفتن، دنبال اسم و ابهت افراد رفتن. و حالا اگر تو داستانهایی که دوستان بودن توی این جلسات گذشته دو ساله دیدن، مولوی خیلی ظریف قدرت‌هایی رو که در زمان خودش اتوریتی‌های غیر قابل شکست بودن انتخاب میکنه، مثل مثلا عمر، مثل مثلا عثمان، اتوریتی‌هایی که واقعاً شک کردن به اینها مثل شک کردن در روز بوده، و به ما نشون میده که خیلی لطیف که چجور دنبال اینها رفتن به همین گمراهی میندازه، دنبال کسانی که نمیشناسی. نه اینکه عمر گمراه بوده، نه اینکه پیغمبر گمراه بوده، هر چی بوده از زمان تو گذشته. اون چیزی رو که داری دنبال میکنی یک مشت نوشته است، یک مشت کاغذ، اینا اون رنگ و بوه.
تو اینا رو ول کردی دنبال این که داری تقدیس میکنی مردی رو که اصلا نمیشناسی، این کتاب ها داره بهت میده. از این واجبتر تو چیزی داری که تشخیصه، بتونی به قدرت تمیز برسی و با اون تمیز بتونی شطور گم شدت رو پیدا کنی. می نماید مار اندر چشم مال، هر دو چشم خیش را نیکو بمال. زود قضاوت نکن، چشمت رو درست بمال، ببین که من یعنی مثنوی چی دارم بهت میگم. من گرن در قبطه این بی و سود، بنگرن در خسر فرعون و سمود. همش در این اندوه که چی دادم چی گرفتم، چی فروختم چی خریدم و چی سود کردم. به شکل بازرگان داره داستان رو میبینه، چی دستم اومد و چی از دستم رفت. وقتی که به صورت بازرگان میبینی، اون موقع خسرانهایی رو، خسر یعنی ضرر، خسر فرعون و سمود. ببین که فرعون نماد فکر انسانه و سمود نماد هوس‌های انسانه. فقط شما دنبال اون چیزهای تاریخی نرید. اندر این گردون مکرر کن نظر، زان که حق فرمود سمرجع البصر. میگه توی این گردون، توی این هستی با یک نظر خام نشو. تا گفتن آقای فلانی صاحب این مدارک هست، صاحب این پول هست، فلانی صاحب پیغمبره، فوری گمراه نشو، فوری نگو پس منم باید تبعیت کنم. همون جوری که قرآن اگر مسلمونی، زان که حق فرمود، این آیه 4 سوره ملک در قرآن، که دوباره و سپس نگاه کنید به هستی، دوباره زندگی رو نگاه کنید، دوباره کائنات رو نگاه کنید. میگه قرآنت هم بهت میگه دوباره نگاه کن، با یک نظر فریب این حرف ها رو نخور. به هر حال خسته نباشید، بریم بریک و برگردیم تا بقیه داستان رو با هم صحبت کنیم. خب بقیه داستان رو با هم دنبال میکنیم. یک نظر قانع مشو زین سقف نور، بارها بنگر ببین هل من فطور. سقف نور یعنی آسمان. در همون سوره ملک بعد از اون آیه، آیه‌ای هستش که به اصطلاح به آسمان طوری نگاه کنید که ازش عیب بگیرید، ایراد بگیرید، نقص خلقت رو پیدا کنید. در آسمان، تو این سقف نور، تو این آسمان که داری نگاه میکنی، به تو گفته شده، یعنی اگر مسلمانی و قرآن رو قبول داری، به تو گفته شده که به این سقف نور، به این آسمان یک نظر نگاه نکن، بهش چندین نظر نگاه کن. چون که گفتت کندر این سقف نکو، بارها بنگر چو مرد عیب جو. میگه وقتی به تو میگه تو این سقف به این صافی، چون آسمون صافه دیگه، تو این آسمون به این صافی چندین بار مثل مرد عیب جو با نظر منتقدانه، با نظر اینکه نمیپذیری حرکت اول رو نگاه کن، آسمون خیلی صافه. من فقط یه اختصار، چون یه نکته جالبی رو بیان میکنه، انسان در برخورد اولیش با هستی از یک عقلی برخورداره که به این عقل میگن عقل حسی در اصطلاح فلسفی. عقل حسی درکیه که ما به وسیله احساساتمون، 5 حسمون از جهان میگیریم. این عقل حسی وقتی که به شما به آسمون نگاه میکنید، میبینید خورشید از شرق حرکت کرد، اومد رفت در غرب نشست. عقل حسی شما به شما میگه خورشید از شرق میاد و میره در غرب میشینه، پس در نتیجه خورشید حرکت میکنه. این اولین عقل حسیه که ما داریم، چون اول چیزی رو که میبینیم اینه و به این موضوع میرسیم. میگه تو در یه همچون موضوعی که داری میبینی به این قانع مشو، خیلی بیشتر از اینا فکر کنی، در مرحله عقل حسی نمون. اینا مرحله های مختلفی در فلسفه داره که حالا از بحث ما خارجه، که به اصطلاح حس بعد عقل حسیه، بعد حس عقلیه، بعد بر میگرده به عقل عقل. اینا داستان های متفاوتی داره که حالا تو این پایین یه مقداریشو با هم صحبت میکنیم. چون که گفتت کندر این سقف نکو، بارها بنگر چو مرد عیب جو. پس زمین تیره را دانی که چند، دیدن و تمیز باید در پسند. آسمونی که به این صافی و داری فقط یه حرکت خورشید و مثلا ستاره های روشن داری میبینی، گفته بارها نگاه کن، وای به حال این که زمین تیره رو
که اینقدر پیچیدگی ها خاک داره و تیر است و اینا، اینو چقدر باید ببینی تا بتونی تمیزی بدی، تا بتونی قدرتی داشته باشی که تشخیص بدی این خاک چیه. داره صحبت میکنه که تو تمیز از دست رفته رو چجوری میتونی به دست بیاری. با این میتونی به دست بیاری که تو این ابیات پایین توضیحش میده: تا بپالاییم صافان راز درد، چند باید عقل ما را رنج برد. میگه اگر قرار باشه که پالایش بدیم شراب رو، شراب میدونید یک دردی روش داره، یک حالت کفی روش داره، این شرابایی که ما اینجا داریم اینا همه از این درد پاک شدن، شرابای صافن. میگه تا این شراب صاف شه، از این دردها پاک بشه، یعنی شما بتونید به درکی برسید که اون درک واقعا مال شما و شایسته شماست و شما دارای اون درکین و خودتون رو مثلا به عقل حسی فروختین، فقط تو همون قسمت اول میمونی، بعد میای مثلا تو استدلال میمونی، بعد میای تو تجربه علوم جدید میمونی، اینها رو همین اینجور باید بپالایی تا به جایی برسی که چند باید عقل ما رو رنج برد، چقدر باید رنج ببریم تا به اون عقلی برسیم که باید برسیم. در عرفان، البته این در فلسفه هم هست، این فقط در عرفان نیست، عقل رو به دو قسمت تقسیم میکنن: عقل جزئی و به قول خودشون عقل جزوی و عقل کلی. عقل کلی عقلیه که ما دارای اون عقل هستیم و وابسته به اون عقل هستیم، یعنی جزئی از اون عقل هستیم. اون عقل به طور کلی، عقل از لغتی میاد به نام قل، یعنی شما دیدین وقتی گوسفند رو پاشو میبندن به یه جای دیگه، از اون ریشه گرفته شده. شما توانایی دارید که وصل به یک اساس اصلی هستی، با اون نوع درک شما توانایی دیگه ای دارید. امروزی ها این علوم جدید یه صحبتی رو میکنن، مثلا میگن انسان فرض کن نمیدونم 5%، 7%، 10% از مغزش رو فقط میتونه استفاده کنه. اگر برسه به توانایی 100%، اصلا همه تواناییاش متفاوت خواهد شد. عقل کلی اون 100% است، چیزی که ما بهش راه داریم. من این رو از این نظر مقایسه میکنم که شاید این زبان یه مقدار به اصطلاح راحت‌تر متوجه شیم مولانا چی میگه. اگر ما به اون استفاده 100% بتونیم برسیم، یعنی وصل شدیم به اون عقل کلی، میگه چقدر باید این عقل جزویت، اینی که تو الان باهاش در تماسی و خودتو به عنوان عقل میشناسیش، راه رو از چاه تشخیص میدی، اسب رو میتونی رام کنی، میتونی ماشین بسازی، میتونی هواپیما بسازی، میتونی تو آسمان ها، به تمام اینها جزء عقل جزویه. چقدر رنج بردی تا به اینجاها رسیدی؟ همین عقل جزوی. حالا ببین، اگر بخوای به عقل کلی برسی، بدون رنج نیست، رنج درش هست. این رو در نظر داشته باش. میگه که دنیای شما، هستی که شما به این فرم هستی دارید میبینیدش، پایه‌هاش اینجوری ریخته شده که من میگم امتحان‌های زمستان و خزان، تا به تابستان بهار همچو جان. زمستون و خزان که میاد، تابش آفتاب در تابستون و بهار همچون جان، بادها و ابرها و برقها، تا پدی دارد عوارض فرقها. این زمستون، تابستون، خزان، بهار، برق، باد، اینا همه داره میاد. برای چی داره میشه؟ برای اینکه این فرقها ظاهر بشن، این عوارض رو ما ببینیم، تابستون رو ببینیم، بهار رو ببینیم، و تابستون و بهار و برق ها و اینها تغییراتی در طبیعت و زمین ما میدن. این تغییرات تا برون آرد زمین خاک رنگ، هرچه اندر جیب دارد لعل و سنگ. این زمستون و بهار و تابستون که داریم، این همه تغییراتی که ما میدیم، رعد و برق ها و طوفان ها و و و و اینا، برای چی داره میشه؟ برای این داره میشه که توانایی های این خاک به ظهور برسن. اگر این عوارض نباشه، که توانایی هایی که در این خاک هست که بیرون نمیاد که. اگه قرار بود همیشه زمستون باشه، اگه قرار بود همیشه تابستون باشه، این چهار فصل مثلا نباشن، باد و برق و اینا نباشن، ما اصلا میدونستیم توی این خاک چه توانایی هست؟
میوه هایی که میاد، لعل و سنگ هایی که میاد، این همه توانایی هایی که تو این خاک هست به خاطر چی به وجود میاد؟ به خاطر این امتحان هایی که زمستون و خزان و تابستون و اینها درش به وجود میاد. هر چه دزدیده است این خاک دژم از خزانه حق و دریای کرم. این خاک دژم، دژم این تیره، هر چی که این خاک، خاک رو به یک دوز تشبیه کرده، میگه در این خاک توانایی های بی نهایتی وجود داره. این عوارض داره به وجود میاد برای چی؟ برای اینکه توانایی های این خاک بیاد بیرون. این یک توانایی داره که از دریای کرم حق، حقیقت، اصل هستی، سورس اصلی هستی، که باز میگم چون بحث حق که اصلا حق یعنی چی، اینا اصطلاحاتی برای خودشون دارن که تا دقیقا لغت رو ندونیم نمیتونیم منظورشون رو بگیریم. حالا شما بگید همون سورس اصلی هستی توانایی هایی رو داده به این خاک که تا این تغییرات به وجود نیاد این خاک اون توانایی ها رو نمیتونه بیرون بریزه. این هستی اینجور ساخته شده که بر اساس این تغییرات این توانایی از خاک بیاد بیرون. شحنه تقدیر گوید راستگو، آنچه بردی شهر واد مو به مو. اون شحنه، اون به اصطلاح داروغه، میاد وای میسه با یک تازیانه رو سر طبیعت و میزنه طبیعت رو، میگه هر چی که بردی بیار بالا، مو به مو اینها توانایی هات باید عیان بشه، بیاد بالا. میبینی تشبیه شاعران است. دزد یعنی خاک، گوید هیچ هیچ، میگه اگه خاک رو ولش کنی، یعنی این تغییر و تحولات، نمیگه من هیچی نیستم، من همش همینم، حرفی که خود ما میزنیم، من همش همینیم که به هم گفتن، من همش تواناییام همینه، من بیشتر از این توانایی ندارم، مثلا بیشتر از این نمیدونم، اگر بود خب کشف میکردن دیگه، اگه کشف نکردن پس وجود نداره در من. خاک گوید هیچ هیچ، میگه دنیا روی حسابی هست که تو بگی هیچ هیچ یا بگی دزدیدم کاری نداره، میگه باید توانایی بیاد بیرون. شحنه او را در کشد در پیچ پیچ، بازی زندگی میکشد تو پیچ پیچ، دست تو نیست، تو نمیتونی این موضوع رو عرضم به خدمت شما بگی که من هیچ توانایی ندارم، بگو ندارم، میکشوننت. هستی و طبیعت سیستم باهوشه، یک سیستم لاشعور نیست که هیچی رو نفهمه. وجود با تو ارتباطی داره، هستی با تو ارتباطی داره، ولو این که تو اینو نمیفهمی، به خاطر این صدای ذهنت، به خاطر این فریادهای فکرت متوجهش نمیشی. زمین میگه من هیچی درم نیست، همون اونجوری که ما میگیم هیچی درمون نیست، زندگی ما رو میچشونه. یه مثالی رو من شاید که دو بار زدم تو این صحبت ها، شاید مثال روشنگری باشه. ببینید شما اگه برگردید به مثلا 5000 سال پیش، که فرض کنید مثلا ریاضی رو نمیشناختن، حالا فرض کنید 5000 ساله، چون من تاریخ دقیقش رو نمیدونم، اون موقع شما اگه به کی میگفتید آقا یه علمی مثلا وجود داره به نام ریاضی، میگه آقا ول کن ریاضی چیه، تو چجوری میتونی شمشیر بزنی، چجوری میتونی بزنی، اصلا ریاضی وجود نداره، اصلا گیری من وجود داره به چه دردی میخوره، اصلا نمیتونست اینها رو بفهمه. این توانایی که تو داری برای درک ریاضی اصلا براش قابل درک نبود. ولی خود زندگی و تاریخ بشر و پیچ پیچ هایی که این شحنه به ما داد، ما رو مجبور کرد به این که توانایی های متفاوتی رو که داریم رو کنیم، یعنی بهشون توسل بجوییم که بتونیم از اینها استفاده کنیم برای پیشبرد زندگی بیرونمون، پیشبرد زندگی مادی که در خارج از جسممون داریم و یا کمکایی که به جسممون بکنه. میگه همین داستان، این توانایی تو این خاک هست، تا شحنه نزنتش متوجه نمیشه که این توانایی ها رو بریزه بیرون. روزگار باید درست بده، باید شلاقشو بکشه تا تو توانایی هات بیاد بیرون. شحنه گاهش لطف گوید چون شکر، گه بر آویزد کند هرچه بتر. این شحنه، این داروغه، این ما هستی، طبیعت، چیزی که باهوشه، چیزی که با ما در ارتباطه، یه وقتایی با ما لطف میکنه، چیزهایی رو میده بهمون که دلمون میخواد، یه موقعی هم چیزهای خیلی بدترین شکنجه ها رو میکنه، آویزونمون میکنه. اگه شما
حالا آشنایی داشته باشید با کسایی که شکنجه شدن و شکنجه‌گرایی که اینا رو شکنجه می‌کردن، همیشه میان مثلا به اینا یه سری وعده وعید میدن، قرمه صدقه شون میرن، به پول میدیم و اعتراف کن. وقتی نمی‌کنه بعد شروع می‌کنن به شکنجه کردن. همین موضوع رو طبیعت داره با ما می‌کنه. برای چی این کارا رو می‌کنه؟ تا میان قهر و لطف آن خفیه ها ظاهر آید ز آتش خوف و رجا. تا میون این قهر و لطف ها اون توانایی هایی که درت وجود داره، در توی انسان وجود داره، بیاد بیرون از خوف و رجا، ترس و امید. انقدر این بازی ها با تو میشه تا این توانایی هایی که در تو خفی هست اینها بیاد بیرون. آن بهاران لطف شهنه کبریاست، میگه اون بهار لطف اون شهنه است که داره انجام میده. وان خزان تهدید و تخویف خداست. خزان رو تشبیه کرده به حالت شکنجه و بهار رو تشبیه کرده به لطف. وان زمستان چارمیخ معنوی، تا تو ای دزد خفی ظاهر شوی. زمستون اینا چیزی که در زمان مولانا بوده، به خصوص مثلا حالا دزدها اینا رو وقتی که شکنجه میکردن به چارمیخ میکشیدن. زمستان رو تشبیه کرده به چارمیخ، میگه این چهارمیخ معنوی یه وقتایی دیدید راه به هیچ جا نمیبرید، همه درها بسته میشه، چارمیخ معنویه. میگه وقتی که این چهارمیخ ها میاد به خاطر اینه که تا اون توانایی ها در تو ظاهر بشه. زندگی ما همش لطف نیست، زندگی ما همش زیبایی نیست، زندگی ما همش سختی و مصیبت نیست، زندگی ما آمیخته ای از حق و باطله. و این آمیختگی حق و باطل به این دلیله که توانایی هایی هم که در خود ما به طور خفی و به طور پنهان وجود دارن اینا یکی که ظاهر شن. پس مجاهد را زمانی بست دل، یک زمانی قبض و درد و بشقل. ببینید یک زمانی میشه در مسائل درونی شما بسته دل دارید، حالا تو این که بسته دل دارید و یه جاهایی که قبض میشید، شما ارتباطاتی بین انسان وجود داره، وقتی که به اون نوع درک میرسه ارتباطاتی وجود داره بین انسان و بین هستی، این در ارتباط وقتی که متصل به این میگن بسته دل. وقتی که این ارتباط قطع میشه در زمانهای حالا کوتاه یا یه وقتای طولانی و بر میگرده به این دنیای ذهن و از این دریچه که کنونی که ما داریم میبینیم میبینه و برخورد میکنه، به اون میگن قبض دل. میگه حالا چه تو در بست دل هستی، چه تو در قبض دل هستی. اینها زن که این آب و گلی که عبدان ماست، منکر و دزد زیای جان هاست. این بدن ما، توانایی های بدن رو شما فقط به این جسم نگید، بدن در فرهنگ مولانا در وهله اول به فکر گفته میشه و در وهله دوم به نفس گفته میشه، در وهله سوم که به کار میبره همین بدن طبیعی خودمون رو میگه. میگه این شکل بدنی که ابدان شما داره در این خیلی توانایی هاست، ولی خودتون در حقیقت فکر شما، ذهن شما در خیلی جاها منکر این توانایی هاست، اینها رو افسانه میپنداره، میکشت تو اون پیچ پیچ ها تا تو اون پیچ پیچ ها بهت نشون بده که تو روشنایی هایی داری که از اون روشنایی ها بیخبری. حق تعالی گرم و سرد و رنج و درد بر تن ما مینهد ای شیر مرد. اون هستی، اون هستی باهوش، اون سرس هستی، گرم و سرد و رنج و درد و میدونم همه این مشکلات رو بدن ما میذاره. خوف جوع و نقص اموال و بدن، جمله بهر نقد جان ظاهر شدن. تمام این مشکلاتی که شما میبینید، نقص بدن، جوع یعنی گرسنگی، فقر، ترس، تمام این موضوعاتی که داره پیش میاد برای اینه که اون حرکت نقد، یعنی چیزی که در روانه، در حرکته، اون که میگن پول نقد یعنی پول جاری، چیزی که در جریان هست، اون جریان درونی شما
ظاهر بشه. حالا اگر با تمام اینا دیگه بهش توجه نمی کنی یا نمی دونیش، اون مسئله میخوای نبینیش، اون دیگه مسئله خودته. این وعید و وعده ها انگیخته است، بحر این نیک و بدی تا آمیخته است. این نیک و بدی رو که به هم دیگه آمیخته به خاطر اینه که ما بتونیم با این حرکت های زندگی، پیچ و تاب هایی که میخوریم، اون نور درونیمون رو ظاهر کنیم. چون که حق و باطلی آمیختند، نقد و قلب اندر هرمدان ریختند. هرمدان همون اون همیان، اون چیزیه که قبلا توش پول میریختن. این میگه به خاطر همینه اون زیای درونیت، اون نور درونیت روشن بشه، به خاطر همینه که اومدن توی اون پول تقلبی و پول حقیقی رو با هم ریختن. دقت کنید، نه حقیقت مطلقی وجود داره و نه باطل مطلقی وجود داره. همه اینا به نسبته که بتونه یه چیزهایی رو روشن کنه. میگه خب این پول تقلبی و این پول واقعی رو که این تو ریختن، برای چی ریختن؟ پس محک می بایدش بگزیده ای. کسی که در این راه میره باید خودش محک بشه. خیلی تو این زمینه حافظ زیبا صحبت میکنه، وقت نداریم ولی انشالله حالا جلساتی اگر بشه. تا تو خودت محک نشی، تا تو خودت به اون حدی نرسی که قلب و نقد رو از هم تشخیص بدی، هیچ فایده نداره. تمام این اتفاقات داره میفته، تمام این اتفاقا داره میفته، در حقایق امتحان ها دیده ای، تمام این امتحان ها داره به وجود میاد که تو به اون محک برسی. و اگر به اون محک نرسی، در حقیقت عمرت رفته. به اون محک برسی، خودت میتونی تشخیص بدی. تا شود فاروق این تزویرها، تا بود دستور این تدبیرها. فاروق یعنی فرق گذارنده بین حق و باطل، کسی که میتونه بین حق و باطل فرق بذاره. میگه تمام اینا داره برای تو میشه که تو بتونی به رشدی برسی که تو این تزویرها فرق بذاری، بدونی آقا چی راست میگه چی دروغ میگه، چی درسته و چی غلطه. چشم چون نرگس فرو بستی که چی، که عصایم کش که کورم ای اخی. چشم مثل نرگست رو بستی، دنبال یه عده رو افتادی که عصایم کش که کورم ای اخی. این صحبتش اونه. تو به جایی میرسی تا بود دستور، دستور این طبیب، دکتر، تا دکتر این تدبیرها بشه، تا بتونه تشخیص بده چی درسته چی غلطه. آن عصاکش که گزیدی در سفر، من عاشق این ابیات مولانام، پس بدان کو هست از تو کورتر. هیچ فرقی نمی کنه. این بحثا نه به دینی کاری داره، نه به فلسفهی کاری داره، نه به روش علمی کاری داره، به هیچی کار نداره. تو خودتو به این تمیز برسون، تو این توانایی تمیز رو در خودت بده، ببین بینشت چقدر فرق میکنه، بینشت چقدر متفاوته. بینش با دانش خیلی متفاوته. ما اینجا روی بینش بیشتر تکیه داریم در مثنوی. بینشت متفاوت میشه، بینش تو طوری میشه که تشخیص میدی که حق چیه باطل چیه، تزویر کجاست راست کجاست. شیر ده ای مادر موسی ورا، وندر آب افکن میندیش از بلا. در داستانهای اسلامی حضرت موسی وقتی که دنیا اومد و اینا فهمیدن و میخواستن بکشنش و اینا، قرآن، این در قرآنه، میگه ما به مادر موسی وحی کردیم که به موسی شیر بده و بندازش روی آب، نترس. اون ارتباط، اون شطور گم شده هر داره صحبت میکنه، مثالی میزنه برای اینکه اگر مسلمونی، مسیحی، نمیدونم یهودی هستی، این رو که دیگه قبول داری. چون بینش اون موقع باور اینها این بوده که آقا هر چی که در دینه پس 100% درسته دیگه. میگه ببین دین تو داره همینو میگه، میگه که ما به مادر موسی گفتیم اون نو بینش، اون نو درک، که به شیر بده رو آب بندازش و میندیش که چیه. هر که در روز الست آن شیر خرد، همچو موسی شیر را تمیز کرد. راجع به الست با هم صحبت کردیم، میگه شما این شطوره رو گم کردین. وقتی که مادر موسی بچهشو شیر داد و انداخت روی آب رفت، اون ور فرعونیا گرفتنش،
بعد اومدن برای بچه دایه درست کردن که تایه بیاد به بچه شیر بده. این سینه هیچ کس رو نگرفت. به مادر موسی گفتن تو برو تایه بشو. آخه منو قبول نمی. گفت چرا؟ این شیر تو رو خورده. به خاطر اینکه شیر تو رو خورده دوباره شیر تو رو تشخیص میده، میفهمه تو مادرشی. این قدرت تمیز رو داره که تشخیص بده من قبلا این شیر رو خوردم، پس در نتیجه این مادر منه. داره از تمیزی صحبت میکنه که ما میتونیم بدیم و اون شتر گم شده ای رو که داریم، اون شتری که از دست ما رفته توی پرده نهان شده و ذهن نمیذاره ما با این ارتباط برقرار کنیم، ما شیر این مادر رو خوردیم. کسی که بوی اون رو میده تشخیص میدیم، و به خصوص وقتی که به این تمیز میرسیم، وقتی به اون تمیز رسیدی، این قدرت تمیز رو داشتی، تشخیصش برات آسونه. گر تو بر تمیز طفلت مولعی، این زمان یا ام موسی ارزعی. اگر تو مطمئنی که این مادر، این بچه موسی شیر تو رو خورده، همینی که عرض کردم خدمتتون، این تشخیص میده این شیر مال توه. اگر برای طفلت موله، یعنی علاقمندی، خیلی اشتیاق داری که بری سراغ بچه‌ت، مادر موسی، ام موسی ارزعی، حرکت کن، حرکت کن، وای نایسا، حرکت کن، برو. هرچی هم این تزویرها باشه، این دروغها باشه، تشخیص خواهی داد تو این شیر رو قبلا خوردی. و خیلی هم جاها دیدین صحبتایی که میکنیم چقدر راحت تو داستانها این شیر رو برای ما معنی کرده و بیان کرده. تا ببیند طعم شیر مادرش، تا فرو ناید به دایه بد سرش. میگه تا اینکه موسی شم شیر مادر خودش رو تشخیص بده، به سمت زنبابا، حالا به اصطلاح من یعنی دایه بد، نره. تو مادرشی، بذار سینه تو رو بگیره، چون شیر تو رو خورده و تشخیص میده که این شیر مال مادر منه، من اینو قبلا تجربه کردم. از تجربه‌ای داره از ما صحبت میکنه، از چیزی داره در درون ما صحبت میکنه که میشناسیمش، فقط بهش بی‌توجهیم، فقط ازش غافلیم. میگه نزار این قفلت، اجازه بده که بیفتی دست زنباباها، نزار بندازد دست اونها، بذار بیفتی دست مادرت. خسته نباشین، من دیگه در خدمتتون هستم، تا ان شاءالله هفته بعد دنبال کنیم. سلامت باشین.